منافع ملی کاری در این زمینه صورت بگیره. بعدها که آقای کیان تاجبخش که نماینده بنیاد جامعه باز در ایران بود در ایران دستگیر شد، این رو به عنوان اعتراف مطرح کرد که من میرفتم و به ظریف گزارش میدادم و حتی پیشنویس نامه‌هاش رو مینوشتم. این یک واقعیته که بنده به جای اینکه در خانه بنشینم در طول 5 سال سفارتم در نیویورک، به گفته همه اونچنان فعال بودم که همه احساس میکردن که باید با من هماهنگ کنن. خدا کمکی کرد در آن زمان توانستم وظایفی رو که به عهده‌ام بود عمل کنم و سابقه بدی هم در این زمینه ندارم و بارها مورد تشویق و تقدیر مقام معظم رهبری برای تلاش‌هایم در نیویورک قرار گرفتم. اگر دوستان در این زمینه شکی دارن میتوانند از دفتر ایشون سوال بکنن. روابط که شما فرمودید در آمریکا هیچ کس علیه السلام نیست. شما یا باید در منزل بنشینید یا باید با گروه‌های مختلف آمریکایی ارتباط برقرار کنید. من وظیفه‌ام به عنوان سفیر جمهوری اسلامی با توجه به اختیاراتی که داشتم این بود که با همه افرادی که در واقع امکان استفاده از اونها در جهت منافع ملی هست ارتباط برقرار کنم و با کمال افتخار، نه اینکه از این کار خوشم بیاد، ولی به عنوان وظیفه با کمال افتخار این کار رو انجام دادم. خوشحالم که دستاوردهای بسیار خوبی در زمان سفارتم در سازمان ملل متحد داشتم تا جایی که وقتی من نمایندگی رو ترک بله دوستان، صحبت‌های محمد جواد ظریف رو شنیدید، مالکش اعظم تماما تایید کرد اون چیزی رو که در رابطه با جورج سوروس آیوسمی گفتیم و خیلی از این توده‌های مثلا توابی که آبتوبه ریختن سرشون اما کماکان در فاحشه‌خانه‌های حزب توده دارن دست پا میزنن و سرشون تو لجنه خیلی سوخته بودن. جناب قاسمی بفرمایید. بله خب دیگه گفتنی رو در توی این زمینه گفته شد. دوستان حالا عوامل این جریان سوروس را هم اگر میخواید بشناسید اصلا از زبان سعید قاسمی مهران کمالپور نشنوید، برید توی اینترنت سرچ کنید کنفرانس ائتلاف اپوزیسیون در واشنگتن و اونجا میتونید یه سری آدم ها رو ببینید، افرادی که همشون حقوق بگیر جورج سوروس هن، همشون زیر مجموعه های سوروس هن، زیر مجموعه جامعه بازن. من جدیدن دیدم این لوله آفتابا هم اومد تو تلویزیون شهرام شارلاتان و عملا و رسما اعلام کرد، گفت من 450 هزار دلار از کمپانی سوروس پول گرفتم. وقتی میان و اینها رو میگن دیگه اگر کسی باشه که فکر کنه هوشنگ امیر احمدی ها، علی جوانمردی ها، سیاوش امانی ها، نمیدونم رقیه امانی ها و امثال اینها یا آیوسمی یا آریاس به باوند یا اون بقیه جکوجنورایی که توی حزبش بودن اینها اینا اتفاقی براشون افتاده و الان وطن پرست شدن و میخوان ایران را آزاد کنن، این دیگه درجه خریت خودشو برده بالا. چون کسی که وابسته است، کسی که پول میگیره، کسی که آلوده است، کسی که مثل این یارو بابا لنگدراز چی بود، خسرو صمدی زمانی که رفت زیر اون توافقنامه ایران خواران رو امضا کرد و اون درگیری که بعد از برنامه ما بین اون و اقدس پیش اومد دیگه نتونستن اینا روبروی هم دیگه به قول معروف مناظره کنن و روبرو بشینن با هم دیگه حرف بزنن، چون هم اون از این سند داشت هم این از اون سند داشت و سند وقتی می اومد بیرون گندشون در می اومد. کسی که آلوده شد آلوده است و توی جریان سیاسی هم شما به هر شخصی یک بار میتونی اعتماد کنی. این نشانه خریت یک انسانه که ببینه یک راننده اتوبوس در ظرف یک ماه 5 دفعه اتوبوس انداخته تای دره و همه سرنشینا رو کشته و بعد بخواد دوباره سوار اون اتوبوس بشه به رانندگی اون راننده اعتماد کنه. کسانی مثل شهرام شارلاتان ها، مثل اسماعیل نوری اعلی ها، مثل حسن شریعت مداری ها و امثال این افراد یا مثل علی جوانمردی ها که برای 22 بهمن خودشو کشت که ملت رو بکشه بیرون و فراخوان های آبکی و حمله به شاهزاده، حمله به ماها و دیگران که همشون دعوتون میدونید، این افراد نمیتونند رو خطی که شما فکر میکنی را برن، چون اینها باید مطابق دستوری که بهشون داده میشه عین ماشین روی همون دستور را برن. شاید
گاهی بیان در ظاهر خودشون رو مثلا به گونه دیگه نشون بدن، ولی در بدنشون، در فکرشون و مأموریتشون همون چیزیه که جامعه باز جورسروس میخواد که تهش میشه تجزیه ایران. شما هیچ وقت نمیبینی یه کسی مثل علی لاجوان مردی که میاد میگه من پرچم شیر خورشید رو نمیگیرم چون جزء حزبی نیستم، نماد ملی کشور رو نمیگیرم چون جزء حزبی نیستم. شما هرگز نمیبینی بیاد در مقابل تجزیه ایران، در مقابل تجزیه طلبان حزب کمله و نمیدونم دموکرات و نمیدونم چیچی الاحواز، هرگز نمیبینی بیاد موضع بگیره، هرگز نمیاد تکلیفش روشن کنه، میگه اینها در آینده ایران حق دارن. اما اگر شما گفتی جاوید شاه، اگر اومدی از ناسیونالیسم ایرانی صحبت کردی، اونجا میاد جلوت سخت وای میسه موزه میگیره. یا بقیه جریان ها، بقیه افراد، مثلا همین تلویزیون های پاکستانی مثل شهرام شارلاتان و امثال اینها، یا اون عطا کیه علایار کنگلو که جدیدن دوباره داره دایه نمیدونم نخست وزیری به سرش میزنه، میاد امروز صحبت هایی که بچه های زیاد مثل بچه هایی که توی رنسانس ایرانی جامعه روانی و دوستانشون یا بچه های دیگه که از ایران شهری صحبت کردن، از ناسیونالیسم ایران صحبت کردن در طول این زمان ها، میاد و امروز سوار موج ناسیونالیسم میشه. اما این بیشعور، این بیخرد، این نادان نمیدونه تویی که امروز داری میای میگی از ناسیونالیسم ایرانی باید دفاع کنی، خودتو داری توی این لباس میچپونی با قول معروف. 5 ماه پیش نظرسنجی گذاشتی که هم دریای کاسپیان رو قبل از اینی که جمهوری اسلامی ببخشه بخشیدی طبق سندت در مؤسسه به اسم ققنوس، و هم اومدی رسمیت دادی، 40% رسمیت دادی به نیروهای تروریست عراقی که بیان در خاک ایران. کسی که میاد یک همچین کاری رو میکنه، یک همچین سندی رو میده، آقای علایار کنگلو، اگر صحبت از ناسیونالیسم میکنی داری دروغ میگی، داری فریب میدی. چون اگر اعتقادی به ناسیونالیست داشتی، هرگز نمیومدی تمامیت ارضی ایران رو در لباس مخالف، در نقش اپوزیسیون به رسمیت بشناسی، به نظرسنجی بذاری، و هرگز نمیومدی. کدوم آدم ناسیونالیسم ایرانی رو شما میشناسید؟ کدوم رو میشناسید که بیاد و بگه من ناسیونالیسم ایرانی رو میخوام، دوست دارم، بهترین سلاحه، اما به نیروهای تروریستی ارتش دشمن اجازه ورود به خاک کشورم میدم و طبق روح دموکراسی اینها حق دارن در ایران زندگی کنن. میخوام بهتون بگم این مجموعه‌ای که شما میبینید در خارج از ایران، دوستان عزیزان، اینها همشون عامل مافیا هستن. و همینجوری که جناب کمالپور توضیح داد، یه چند تا عکس هست مهران جان، اگه میشه لطفا اینا رو بذار، اون افرادی که توی کاخ سفید رفتن توی وزارت امور خارجه. اتفاقا داشتم الان اون قسمت از عکس رو میذاشتم که در رابطه با جورج سوروس و محمد خاتمی و اینا بود، اونو چند بار گذاشتم. آره اونا رو هم بذار، این یکی هم بذار. کسی که مثل شهرام شارلاتان، مثل علی ناجوان مردی و مثل دیگر افراد در آمریکا میان سوگند میخورن به پرچم آمریکا که منافع کشور آمریکا رو ببینید، چرا پادشاه ایران، شهریار ایران، چرا به قول معروف تابعیت هیچ کشوری رو نداره؟ فکر میکنید چرا نمیتونست بگیره؟ نه، ایشون میدونست اگر رفتی تابعیت کشور انگلستان، فرانسه، آمریکا، هر کجا رو گرفتی، باید سوگند یاد کنی که منافع این کشور در اولویتت باشه. کسی مثل شهرام شارلاتان، مثل علی جوان مردی، مثل بقیه این اراذل اوباش، طبق سوگندشون اولویتشون منافع آمریکاست. منافع آمریکا چیه؟ همون چیزی که ما 3 ساعت و نیم الان داریم توی برنامه توضیح میدیم. پس کسی که این اولویتشه، وقتی به شما میگه اولویت من ایرانه، داره بهتون دروغ میگه. دقیقا دروغی که جواد ظریف گفته بود تا قبل از اینکه بیاد تو تحویله جمهوری اسلامی. این عکسایی که دارید میبینید روی صفحه، حسین خرمه، اون مثلا عکس قبلی رو جان مهرانی جان کامنت برگردید، اون جیسون رضا جورجانی قجرزاده که جناب دکتر مهراد بارها و بارها در موردش توضیح داده، قبلا هم ما توی برنامه گفتیم، یکی از یاران و حامیان شخصی به اسم سید حمید رضا موسوی نژاد، معروف به شاهین نژاد یا همون کلاغ نژاد خودمون، که خودش عضو سپاه قدس پاسداران و مافیای زنگنه است.
این آدم که دنبال شیعه آریایی میگرده یا صهیونیسم شیعه میگرده، این هرگز نمیتونه بره تو کاخ سفید از منافع مردم ایران تو سیستان و بلوچستان، تو کردستان، تو خوزستان، تو تهران، تو مشهد دفاع کنه. نه، این باید سیاست اربابه رو پیاده کنه. یا اون یکی خفله که میبینید بغل علی جوانمردی و شهرام شالاتان وایساده، اون بهمن مالیزاده است. بهمن مالیزاده خودش یکی از مهره های پایین دست کمپانی سروسه و بنیادی به اسم بنیاد سروس که علی جوانمردی رو از ترکیه میاره توی آمریکا، این شخص داره انجام میده. اینان، این مافیاهان که ما باید اینا رو اول بشناسیم، اینا رو بزنیم کنار تا بعد بتونی به فکر کشورت باشی. تا زمانی که این علف های حرف مثل شهرام شارلاتان دارید میبینید دیگه، توی این عکس دارید میبینید، اینا تیمن، اینا میرن در وزارت امور خارجه تا توجیه بشن. اینا دعوت نمیشن همینجوری بیاد بریم، اینا میرن که توجیه بشن چه کاری باید انجام بدن که سیاست ارباب حفظ بشه تو مسیر سیاست اربابشون. همه این جریانات به خاطر اینه که بدونیم این چیزی که به اسم اپوزیسیون توی 40 سال گذشته به خورد این ملت دادن و دیماه 96 به این بر مردم ایران این بازی رو به هم ریختن، همشون رفیق دزد و شریک غافلن. یعنی از این افراد و از این جریانات چیزی برای ملت ایران قرار نیست به وجود بیاد. همش دکوره، همش فریبه. و همون فریبی که خمینی روز اولی که اومد توی ایران گفت مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، اون فریب بزرگ بود، تا امروز هم ادامه داره. دارید میبینیم براتون گذاشتیم. خب ببخشید، حدودا ما 50 دقیقه دیگه بیشتر زمان نداریم، چند تا ویدیو داریم، بحث چیزم داریم، ویروس هم داریم، اگه میشه یه مقدار فشرده تر صحبت کنیم. بریم سراغ ویروس. نه، بریم سراغ سیروس. سیروس بود، ویروس بود، سیروس بود، ویروس بود، بود. یکی اتفاقا یکی از اجرای یکی از بازوهای مافیا همین. آره دقیقاً، من فکر می‌کنم قبل از این مسئله ما چون بارها در رابطه با این شبکه عنکبوتی مافیا صحبت کردیم برای شما عزیزان، یه ویدیویی از پخش میکنم در رابطه با همین رسانه هاست، ببینید چه نقش آفرینی میکنن تا بفهمیم. آقا واضح‌تر میگم، تا بفهمند همه ایرانی ها که اگر یک خبرنگاری، یک کسی که میاد تهیه خبر میکنه به عنوان رپورتاج، هر کدوم از اینها ابزار دست مافیا هستن. یه ویدیو هست، زیاد طولانی نیست، این میذارم ببینید، بعد برگردیم بریم سراغ ویروس کرونا و بقیه مطالب در طول این 45 دقیقه، چون در رابطه با کرونا یه ویدیویی هستش، فیلمیه که باید حدوداً 10 دقیقه است، حتما ببینید بعد صحبت کنیم. بریم برگردیم. پروپاگاندا یا همون تبلیغات سیاسی. خیلی ها هنگام صحبت در مورد کشورهایی مثل کره شمالی، قزاقستان و کوبا از این اصطلاح استفاده میکنن. کشورهایی که از لنز رسانه‌های غربی استبدادی در نظر گرفته میشن. آزادی مطبوعات، آزادی اندیشه. اینها اصطلاحاتی هستند که افراد هنگام صحبت درباره کشورهایی مانند ایالات متحده، فرانسه و استرالیا از اونها استفاده میکنند. به اصطلاح کشورهای مردم سالار. در سال 1988 نوام چامسکی به همراه ادوارد هرمان کتابی با عنوان تولید رضایت منتشر کرد. اونها در این کتاب بر این مفهوم تاختن که رسانه ها به عنوان مهر تأییدی بر قدرت سیاسی عمل میکنن. رسانه ها به مردم اطلاعات میدن، به اونها خدمت میکنن تا ما بهتر بتونیم در فرایند سیاسی شرکت کنیم. در واقع رسانه ها رضایت ما رو تولید میکنن. اونها همون چیزایی رو به ما میگن که کسانی که در رأس قدرت هستن میخوان به ما بگن. در نتیجه ما میتونیم رفتاری سازگار و مقبول داشته باشیم. به کمک رسانه هایی که به عنوان ماشین تبلیغات سیاسی عمل میکنن، نمایش دموکراسی به روی صحنه میاد. رسانه ها از طریق 5 فیلتر عمل میکنن. اولین فیلتر به مالکیت مربوط میشه. رسانه های گروهی شرکت های بزرگ هستن.
اغلب اونها جزئی از یک شرکت عظیم خوشه‌ای هستن. حتما میپرسین هدف نهاییشون چیه؟ سوداوری. پس به نفعشونه به دنبال چیزهایی باشن که این سوداوری رو ضمانت میکنن. خبرنگاری انتقادی در رده نیازها و منافع شرکت در رده دوم قرار میگیره. فیلتر دوم وظیفه واقعی صنعت تبلیغات رو فاش میکنه. هزینه ی رسانه خیلی بیشتر از پولیه که مصرف کنندگان اونها پرداخت میکنن. خب پس چه کسی این شکاف رو پر میکنه؟ آگهی دهنده ها. و آگهی دهنده ها برای کی این پول رو پرداخت میکنن؟ مخاطبان. و اینطور نیست که بگیم رسانه ها دارن به شما یک کالا، یعنی محصول آگهی دهنده ها رو میفروشن. اونها همچنین به آگهی دهنده ها هم یک کالا میفروشن، یعنی شما. صاحبان قدرت چطور رسانه ها رو اداره می کنن؟ جواب این سوال فیلتر سومه. خبرنگاری نمی تونه مهر تاییدی بر قدرت باشه، برای اینکه این سیستم همدستی و تبانی رو حمایت می کنه. دولت ها، شرکت ها، مؤسسه های بزرگ می دونن چطور در بازی رسانه‌ای شرکت کنن. اونها می دونن چطور روایت اخبار رو تحت تاثیر قرار بدن. اونها خبرهای دست اول رسانه ها، گزارش های رسمی و مصاحبه با کارشناسان رو تامین می کنن. اونها خودشون رو در فرایند خبرنگاری به عنصری تعیین کننده و حیاتی بدل می کنن. پس اونهایی که دارای مقام و قدرت هستند و اونهایی که در مورد اونها گزارش میدن، پشت پرده با هم سر و سری دارن. اگر شما بخواهین قدرت رو به چالش بکشین، به حاشیه ها رانده میشین و نامتون هرگز شنیده نخواهد شد. شما وارد بازی نمیشین و دسترسیتون رو به منابع و ماجراها از دست میدین. وقتی رسانه ها، خبرنگاران، افشاگران و منابع خبری از اتفاق نظر عمومی فاصله میگیرن، مورد رگبار انتقادات واقع میشن. این چهارمین فیلتر رسانه هاست. وقتی رویدادی برای صاحبان قدرت ناخوشایند باشه، شما خواهید دید که ماشین انتقادات فعال میشه، اعتبار منابع رو زیر سوال میبره، گزارش ها رو به افتضاح میکشه و جریان بحث ها رو منحرف میکنه. برای تولید رضایت شما به یک دشمن احتیاج دارید، یک هدف. این دشمن مشترک فیلتر پنجمه. کمونیسم، تروریست ها، مهاجران. یک دشمن مشترک، یک لولو خورخوره ترسناک به مهار باور عمومی کمک میکنه. پنج فیلتر. یک تئوری رسانه‌ای بزرگ. رضایت همواره در اطراف شما در حال تولید شدنه. خب دوستان، فکر میکنم با دیدن این ویدیو دیدید که حرفایی که ما در طول این سالها زدیم که مافیای رسانه‌ای یا رسانه مافیایی شما رو گیر انداختن در تله، واقعا درسته. و مطمئن باشید چیزی رو که الان من بهتون میخوام بگم، بیشتر میهن پرستانی که داریم در اطرافمون میبینیم در بد تلایی گیر کردن. از میگم بیشتر از 95% تو تله گیر کردید و حواستون نیست دارید چی کار میکنید. و همین دلیل هم ایران به این راحتی آزاد نمیشه و فقط نشستیم میگیم چرا ایران آزاد نمیشه. یکی از این دلایلش، این یه جمله کوتاه رو بگم، اینه که خیلی از عزیزان میگن که هر زمانی که مردم داخل ایران بلند میشن دست به قیام میزنن، ایرانیان خارج از کشور هم انگیزه پیدا میکنن و وارد خیابون میشن. من نمیدونم چطوریه که این ایرانیان خارج از کشور دائما نشستن نسخه میپیچن برای داخلی ها، میگن آقا بلند شید دیگه، اگر اعتراض دارین، اگر میگین گرونیه بلند شید دیگه. خودشون که اینور در امنیت هستن هیچ فعالیتی هم نمیکنن، جلو دوربین هم ظاهر نمیشن، هیچ روشنگری هم نمیکنن، از اومدن توی خیابون، اومدن تو تجمع، اومدن توی همایش چرا واهمه دارن و هراس دارن؟ چرا ما ایرانیان خارج از کشور نباید عاملی باشیم برای برانگیختن انگیزش نیروهای درونی مردم داخل کشور که اونا ما رو ببینن بعد بیان تو خیابون؟ چرا همیشه ما باید اول اونا رو ببینیم بعد ما بریم تو خیابون؟ از کی تا حالا شما دیدید که بارون از زمین به آسمون بباره؟ اینها همون تله هاست. واژه های
امنیتی، واژه‌های مافیایی، واژه‌هایی که باعث نفاق میشه، نیروی درون مرزی همیان ما تو تله گیر میکنه، حرفی که وزارت اطلاع توسط جیره‌خواراشو داره پخش میکنه رو پخش بیان میکنه. شما اونور خارج از کشور نشستید، خارج گود، اگه مردی بیا تو، از اونور نشستی نسخه میپیچی، از اونجا نشستی میگی لنگش کن. اینها تله است، رسانه ها اینا رو به شما نمیگن، همین تله های رسانه ایه. بفرمایید جناب قاسم، اگه صحبتی دارید بفرمایید. صداتون قطع آقای قاسم. حسنی من داری؟ بله بله بله. بله من یه توضیح راجع به این ویدیویی که پخش شد بدم. همونجوری که جناب کمالپور گفت، ما بارها صحبت، مثلا شاید اولین جریانی که صحبت از مافیای رسانه‌ای کرد ما بودیم. حالا دیگران هم میخوام بزنم به نام خودشون، مهم نیست، همه اسنادش هست. ولی شما اینجا توی این ویدیو یه چیزی رو متوجه شدید که اگر اولا خبرنگارها باید سیاست اون پشت پرده مافیای رسانه‌ای رو در نظر بگیرم و توی اون مسیر حرکت کنم. این یعنی چی؟ تو برنامه گذشته یه جمله‌ای گذاشتم از علی جوانمردی که توی اون گفتگو با روح‌الله زم، برگشت به روح‌الله زم گفتش که من خبر دارم امریکایی‌ها به شاهزاده رضا پهلوی گفتن، حالا اون یه چیزی دیگه اسم آورد، گفتن که ایران پادشاهی نخواهد شد. پس وقتی شما برای یک جریان مافیایی کار می‌کنی مثل علی جوانمردی، مزدور میشی و حقوق بگیر میشی، باید سیاست کی رو در حقیقت دنبال کنی و چه سیاستی رو باید جا بندازی؟ سیاستی که ارباب میخواد. سیاست ارباب چیه؟ ایران نباید پادشاهی بشه، چون اگه پادشاهی بشه کاسه بوزه ما به هم ریخته میشه. حالا این وسط تکلیف شمای شنونده چیه که بشینی فکر کنی بگی خب آقا مردم ایران که دارن میگن مثلا جاوید شاه رضا شاه روحت شد، این دو نفر هم که دارن میگن رضا شاه روحت شد و جاوید شاه رو باید سر بدی، اون یکی به اسم دموکراسی داره میگه هر کی بگه جاوید شاه من کلهشو میزنم. خب اینجا باید شما وظیفه دارید که مزدور رو یا عامل رو از دیگران بیاید جدا کنید و در موردش دیگرانی رو هم آگاه کنید. این خیلی ساده اینجا نشون میده که کی داره منافع ارباب رو پیش میاره و کی داره حرف مردم رو میزنه. این از یک سو. از یک سوی دیگه اینه، شما وقتی این فرمول مافیای رسانه‌ای رو میبینی که من همیشه گفتیم که در این فرمول رسانه‌ای امکان نداره شما خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی باشی و در مسیرش بخوای فعالیت کنی و در این مافیای رسانه‌ای بهت وقت بدن، بهت زمان بدن، بهت برنامه بدن. امکان نداره کسی بیاد بگه من وطن پرستم، من میخوام سر جمهوری اسلامی بره، من دنبال سیستم پادشاهی در ایرانم، وقت تو تلویزیون فکستانی لس آنجلسی برنامه داشته باشه. اصلا امکان نداره. این الان این یه تیکش خودتون شنیدید. یه بخش دیگه داره، شما وقتی این قوانین مافیای رسانه‌ای رو میبینی، بعد اونجا اگر میای تو تلویزیون مثلا یه کسی مثل شهرام شارلاتان، یه دفعه شهرام همایون رنگ عوض میکنه میگه فدرالیست بهترین نوع حکومت برای آینده ایرانه و اگرم کسی گفت ملیت های ایران هیچ مشکلی نیست، خیلی هم خوبه، همه چی روانه، اما اگر کسی گفت جاوید شاه مزدور جمهوری اسلامیه، اونجا باید این مغز دین صدا کنه. دستور ارباب مافیا است، ارباب رسانه است. برای همینه که شما میبینید علیرضا نوری‌زاده میاد قبل از انتخابات ریاست جمهوری، ویدیوشو بارها گذاشتیم، میاد و برنامه میذاره، ادعا میکنه، میگه سران جمهوری اسلامی از علی خامنه‌ایش بگیر تا حتی احمدی نژاد و روحانی دستشون به خون ملت ایران آلوده نیست. ویدیو شما پخش کردن دیگه. اما رئیسی قاتله و بعد از یه مدتی میاد میگه این قغنوس سیمرغ کی اومده یه ویدیوی از من جعل کرده. یعنی میخوام بهتون بگم این رنگ عوض کردن رسانه ها، فکر نکنید دست خود این افراده، نه، دستوره که بهشون داده میشه. وقتی دستور بهشون داده میشه، مردم ایران و مردم، نه حالا فقط ایران باشه،
مردم اکثر کشورها سرگیجه میگیرن و گم میشن کی داره چی کار میکنه. بنابراین شما در رسانه های فارسی زبان به هیچ عنوان دنبال وطن پرست نباشید. هر کسی ادعا کرد دروغ میگه، میخواد فریبتون بده، چون امکان نداره بتونی بر علیه اون چارچوب رسانه‌ای تو رسانه‌ها فعالیت کنی. بریم جان کباب تو قسمت پایانی. نیستی مرا جان؟ هستم. خب دوستان خدمتتون عرض کنم تو مرحله پایانی میخواییم بپردازیم به ویروس کرونا. قبل از اینکه من و جناب قاسمی در این رابطه صحبت کنیم، یک فیلم سینمایی رو با هم دیگه ببینیم، چون فکر میکنم این فیلم سینمایی قانون کپیرایت داشته باشه. ما مجبور شدیم خیلی کوتاه رو بهتون نشون بدیم که ویدیو قطع نشه. هر جایی من ببینم مشکل داره ویدیو رو قطعش میکنم. به همین دلیل صحنه هایی که آثار بیماری کرونا رو در این ویدیو میبینید، مرگ هایی که میبینید، آزمایش هایی که در قرنطینه میبینید، اینها رو دقت بکنید. بعد میخواییم برسیم به یک سری مسائل، ببینیم این ویدیو چیه. بازیگرهای اصلیش هم براد پیت هستن، بازیگره معروفی داره این فیلم سینمایی، ساخته آمریکاست. ببینیم در رابطه با کرونا در فیلم سینمایی چی گفته شده. اینی که ما میگیم نقش سینما در سیاست کجاست، دقیقا به همین میخواییم اشاره کنیم که این فیلم سینمایی در سال 2011 در هالیوود ساخته میشه و امسال 2020 این ویروس در دنیا منتشر میشه. با هم دیگه ببینیم و برگردیم. مهران جان 30 ثانیه بیشتر ازش لطفا نشون نده، چون برنامه رو قطع میکنه. و هر کی دوستان خواست لینکشو بعدم میذاریم تو کار یوتیوب بره ببینه. آره لینک کاملشو میذاریم به زبان اصلی، برید ببینید. دوستان تا همینجا حدودا 30 ثانیه این فیلم رو براتون گذاشتم ببینید. بله دقیقا اسم فیلم رو درست گفتید، شیو. این فیلم همونطوری که توضیح دادم مربوط به سال 2011، اما جالبیش اینجاست، اتفاقاتی که امروز از چین شروع شده در این فیلم داره نشون داده میشه. نوع بیماری که مردم دارن داره نشون داده میشه. زمان بندی شیوع این ویروس در جهان داره نشون داده میشه. چه مدت زمانی به درازا میکشه تا تموم بشه داره نشون داده میشه. در نقشه جهان دارن نشون میدن که چه کشورهایی تا چند درصدش به این ویروس دچار شدن. و متاسفانه در این فیلم، امیدوارم این قسمت دروغ باشه، در این فیلم نشون میده نقشه ایران کاملا قرمزه و کل ایران درگیر شده و شروع پیدا کرده. ویروس کرونا نه اینکه تازه خلق شده باشه یا ساخته شده باشه یا سال 2011 ساختن فیلمو که بعد بسازن، نه، این ویروس بوده در بخش خوراک دام و تویور ازش استفاده می شده، اما تزریق آمدانه کرونا به ماهی و خفاش در برای ارسال به چین باعث این میشه که این ویروس، بله دقیقا این جایی که دارید می بینید نقشه کشور ما، جناب قاسمی زدید، جناب قاسمی همجا نگرش داریم. بله اینجا رو که دارید میبینید ایران کاملا قرمزه، یعنی 100% ایران
با این ویروس داره دست و پنجه نرم میکنه. و این ویروس همطوری هم که در اخبار شما مطلع شدین از شهر ووهان چین از بازار ماهی فروش ها شروع شده و در این فیلم سینمایی هم همینه. و بریم بقیهش رو از زبان آقای قاسمی بشنویم. بله نه خیلی جالبه. من از چهل اسکرین در اومدم جام کمالپور. خیلی جالبه مراد اون لینک خبرم لطفا بازش کن اگر دم دستته. نه وزیر بهداشت اون لینک خبری که جمهوری اسلامی از ششم بهمن ماه توری رو گذاشته. خیلی جالبه دوستان. این ویروس الان یه چیزی اولوش 14-15 روزه که مطرح شده همه دنیا، حتی خود چین، کشور چین عملا تعطیل شده، همه منابع معابر یا چیز مراکز عمومی چین تعطیل شده، کشورهای مختلف سعی کردن که مرزهاشون رو ببندن، هر کسی از چین میاد یا میره قرنطینه میشه و خلاصه دنیا، اون بخشی از دنیا که به فکر مردمانشون هستن و براشون سلامتی جامعهشون مهمه، تو تکاپو افتادن که جلوی به قول معروف اومدن این ویروس به کشورشون رو بگیرن. اما تأسف بار اینجاست که جمهوری اسلامی طبق مأموریتی که داره میاد و در همین ایام و همین روزها میاد و تور جهان، توی تور گردشگری زمستانه میذاره برای جهانگردهای چینی و اینها رو وارد ایران میکنه. اینی که دارم به شما میگم جان کمالپور سندش رو میذاره، این که خبرش میذاره. من اون چیزو توی کامپیوتر ندارم، خبر قرارداد نمیدونم 1,800,000 چیه در رابطه با توریستای چینی رو من ندارم. اگر داری شیر اسکرینش کن. من برات فرستاده بودم مرانی توی اسکایپ اون گروهی که هستیم. خب الان برم اونجا تصویر شما فریز میشه. خب یه لحظه من اجازه بده من اون گروه رو پیدا کنم. اجازه بدید. دوستان لطفا برنامه رو توی فیسبوک پخش کنید. ما دیگه فکر میکنم نیازی نباشه که بگیم برنامه رو پخش کنید. اگه خودتون فکر میکنید که مهمه، صحبتایی که زده شده مهمه، شاید اگر پخش کنید شاید تأثیری بذاره. خب خودتون پخش کنید. نمیدونم توی کدوم گروه ها فرستاده بودم این مطلب رو. توی تلگرام رو تو چک کن جان کمالپور. تلگرام قاعدتا برات فرستادم، گفتم این لینک خبرم. فکر میکنم اینجا باشه. آقای شهروز خان جان، اگر لینک خبر رو لطفا باز کن، خبرگزاریش هم اشاره کن، خبر رو بخون، خبر رو بخونی ششکال نداره. من اولا شهروز برام فرستادش دوباره دیگه، شما خواهید بذار. تصویر رو من بذارم یعنی؟
من شیر اسکرین کردم جام کمالپور. خبرگزاری جمهوری اسلامی استان همدان. مرا جان هستی روی اسکایپ یا قطع شدی؟ هستم. خب اگر میبینی من ادامه بدم بحثمو. آره دارم میبینم، ادامه بده. من منتظر شما. خب دوستان همین دیگه خبر رو الان دارید میبینید اینجا، ببینید خبرگزاری مال جمهوری اسلامی استان همدان و ایران با شکوه فصل داغ گردشگران زمستانی همدان. حالا بیایم یه تیکه خبرشو بخونیم. این مال پنجم بهمن ها، یعنی اون روزی که این خبر اومده پنج روز شاید بیشتر بوده که از صحبت از این ویروس هست در سراسر دنیا. نوشته همدان ایرنا وجود 1800 اثر تاریخی و طبیعی در پایتخت و تمدن ایران زمین و برگزاری رویداد ایران با شکوه همزمان با جشن سال نو چینی ها فرصت مناسب برای رونق دوباره گردشگری زمستانی همدان را فراهم کرده است. به صراحت میتوان گفت همدان با داشتن فلان ایناش اصلا مهم نیست، اما حالا توی ادامهش فکر میکنم یه جاییش هست که دقیقا صحبت میکنه از گردشگران چینیشون همزمان با سال نو چینی جمهوری اسلامی تصمیم گرفته یه سری از این اراذل اوباش خود جمهوری اسلامی که با مافیای چینی در ارتباط هستن، یه سری از این افراد رو به اسم گردشگر وارد ایران بکنه، در صورت در همه جای دنیا سفر چینی ها به کشورشون ممنوع شده. من از خبر میام بیرون هم دیگه خبر خیلی خبرگزاری جمهوری اسلامی میتونید ببینید. نمیدونم از شیر اسکرین در اومدم یا نه، احتمال در اومد. خلاصه جمهوری اسلامی توی دقیقا توی همین ایام میاد درهای کشور ایران رو باز میکنه به روی مثلا گردشگران چینی. و شما اگر برید ویدیوهایی که از توی فرودگاه خمینی هست برای کنترل مسافرانی که میاد، انقدر آشور شده، انقدر شور شده که دیدم یکی از دلقکای جمهوری اسلامی به اسم رضا رشیدپور توییت زده بود و توی توییت اعتراض کرده بود به جمهوری اسلامی که چیکار دارید میکنید، درهای مرزهای کشور رو ببندید یا حداقل 4 تا مامور درست حسابی بذارید که این ویروس وارد نشه. اما از اونجایی که هدف این بود، هدف جمهوری اسلامی نابودی ملت ایرانه و کشتار مردم ایران از دستور کار جمهوری اسلامی هست، خب اینا استقبال میکنن از یکی همچین چیزی که بیاد و اگر 6000 7000 تا 6000 تا رو توی آبان ماه به اسم اعتراض مردم رو کشتن جیکشون در نیامد، حالا بیان 50000 100000 ایرانی رو اینور بکشن بگن خب یه ویروسی بود دیگه، این که دیگه تقصیر جمهوری اسلامی نیست که دیگه، این که دیگه ربطی به نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی نداره، ویروس بود اومد مردن. بنابراین اینو می‌خواستم اینجا به شما بگم. و دیروز خیلی جالبه، دیروز وزیر بهداشت جمهوری انگلمشان آخوندی گفت اصلا خبری نیست، ویروسی نیومده و اگر بیاد ما به ملت ایران میگیم. خیلی اینا سابقه خوبی دارن توی جنایتایی که تالا انجام دادن، نه اینکه همش اومدن به ملت گفتن، حالا اینم میان میگم. ولی خبری که امروز اومده بود اون جالب بود، من راجع اگه در دست خودت بذار یه توضیح در موردش بده، چون من دیگه باید بگم کف کردم. بله خدمت رو عرض کنم دوستان، یک ویدیویی رو الان که نشون دادم در رابطه با فیلم شیو، بخشی که نقشه ایران کلن قرمز هست و دیدید. و جالب اینجا وزیر بهداشت ایران، تلاش میکنیم ویروس کرونا تعداد زیادی را در کشور مبتلا نکند. در کل این جمله همه رو بریزید دور، این دو کلمه تعداد زیادی رو روش آکسان بذاریم و دقت کنید، یعنی کاملا با علم و دانش کافی میدونن چه تعدادی از مردم ایران در این اتفاق باید جونشون از دست بدن. میگن تلاش میکنیم تعداد زیادی مبتلا نشوند، نه اینکه اصلا نشوند. کسانی که مثلا میدونن حتی از چین دانشجو بودن، بیزینس میکردن، هرچی بودن، وقتی دارن برمیگردن به ایران برن تو قرنطینه، خب قطعا کنترل میشه کرد. اما وزیر بهداشت جمهوری اسلامی میگه تلاش میکنیم
تعداد زیادی به ویروس کرونا مبتلا نشوند. این در ادامه همون بحث تلاش برای نسل کشی ایرانیه. ما بارها خب این حرفا رو زدیم، واقعا خسته شدیم انقدر تکرار کردیم خودمون. اما آخرین بار در تجمع هامبورگ من اینو گفتم، یعنی چند روز قبل از این اتفاقات، و ویدیوشو میتونید دوستان ببینید که گفتم جمهوری اسلامی از طریق سیل، زلزله، سقوط هواپیما، خارج کردن قطار از ریل، ویروس های مختلف و آزمایش های بیولوژیکی مختلف دست میزنه به نسل کشی. خب اینم یکیشه و هیچ فرقی نداره. صنعت تروریست جهانی توسط سیاستگزاران جهانی همزمان با پیشرفت جامعه مدرن در قرن 21 اونم مدرنیزه میشه. اینجوری نیستش که همون اتفاقی که در ناکازاکی و هیروشیما رخ داد با همون ابزار و وسایل دوباره در این زمان، در این دوره، در این شرایطی که لوازم و ابزار ارتباط جمعی اینقدر گسترده است از همونها استفاده کنند. اما این بیماری ویروس کرونا، دوستان اینو در جریان باشید، من اینو خیلی خلاصه مفید بگم، اولین علائمی که داره علائمش دقیقا مانند آنفولانزا یا همون سرماخوردگی، گلو درد، آبریزش بینی، گوش درد، چش درد، بیرون اومدن اشک مدام، سرفه های شدید، عطسه های زیاد، دل درد و خشک شدن بزاق دهان، و مدت زمانش خیلی کوتاه هستش که سردردهای شدید میگیرن، دید و از بین میبره، یعنی در واقع ما میگیم چشم تار میبینه و کنترل مغز از دست خارج میشه، یا طرف هر جایی هست همونجا ناگهان میافته تمام، و اطرافی ها میبینن که دهنش کف کرده، مثل کسانی که بیماری سر دارن، یا اینکه اگه در خیابون باشه شما میبینید در چین این اتفاق افتاد، دقیقا همین اتفاق هم در این فیلم رخ میده، طرف به دلیلی که کنترلش رو از دست میده و دیگه کنترلش رو نداره میره وسط خیابون و ماشین میزنه بهش کشته میشه. بهترین راه شستشوی مداوم دست ها و استریل کردن توسط ژل هایی که وجود داره، ژل هایی که الکلیه، استفاده در مواد غذایی، استفاده سبزیجات، اگر میتونید از گوشت سفید، ماهی و مرغ خوردنش خودداری کنید تا موقعی که مطمئن نشدید این بیماری در کل دنیا ریشه کن نشده، این کار رو نکنید، پیشنهاده. اما میوه‌جات و سبزیجات بهترین عواملی هستن که سیستم دفاعی بدن رو در مقابل این نوع ویروس میتونن تقویت کنن و کمک میکنن که افراد به این ویروس دچار نشن و بتونن از این مهلکه جان سالم به در ببرن. تب و اسهال هم، بله تب و اسهال، خب در هر بیماری که سرماخوردگی شدید باشه و منجر به کشت بشه، البته اینم بگم استفراغ های این قضیه هم بسیار بد و دردآوره و استفراغاش هم اگر برسه به اونجا استفراغ خونینه. خدمت رو عرض کنم اینم در رابطه با کرونا، بیماری که مافیای جهانی آماده کرده بودن از 11 سال پیش تا از مردم در کشورهای مختلف پذیرایی کنند. منتظر باشید که این ویروس در اروپا، در آمریکا و کانادا هم سر بزنه. مدت زمانی که در فیلم سینمایی اومده نشون داده، از زمان آغاز تا پایانش 135 روز هست. اون نقشه که جناب قاسمی نشون دادن، عملکرد و شیوع این ویروس جهنده در طول مدت زمان 135 روز هست. امیدوار هستیم که این اتفاق نیفته در این دراز مدت به 135 روز، ولی هر چی که هست باید مراقب بود. جناب قاسمی بفرمایید. بله، یکی از راهای تزریقش یا یکی از چیزهایی که جمهوری اسلامی الان نمیخواد اعلام کنه، عملا این ویروس داخل ایرانه، خبرش رو خوندیم چند دقیقه قبل، جناب کمالپور خوند این ویروس داخل ایرانه و مدیریت شده هم هست ورودش، چون گفتم این کاروان چینی رو اینا از عمد وارد کردن. خبرهای زیادی از این ورور هست توی تبریز، توی یزد، توی کرمان، توی همدان که علائمش به قول معروف مطرح شده، نبایان شده.
اما جمهوری اسلامی یکی از دلایلش که نمیخواد فعلا اینو به قول معروف پابلیکش کنه و بگه، من فکر میکنم خاطر اینکه توی 22 بهمن قطعا اینا یه کارهایی توی اون تجمعی که میخوان درست کنن یه سری کارا رو باید انجام بدن و اگر کسی متوجه بشه شاید از اون امت، از اون امت منظورم، شاید اونا نرن. اینا همه هست، این بازی ها همه هست که میشه روش فکر کرد و جمهوری اسلامی هم قطعا روش فکر میکنه. من سپاسگزارم از همه دوستان عزیزان، همین رو خواهم مهران جان، من همینجوری داره ازم میره ولی دوستانی برنامه رو لطفا پخش کنید، اون تیکه هایی که گفته شد توی برنامه خیلی مهمه راجب معامله قرن، در حقیقت معامله ایران، افغانستان و عراق بود. افغانستان و عراقش چون به ما ارتباطی نداره، ولی رو بخش ایران صحبت هایی که گذاشته شد از آقای نتانیاهو، از بریان هوک و مسائل دیگه که توی برنامه مطرح شد، صحبت های مهمیه، مسائل مهمیه، اینا رو شوخی نگیرید، هیچ کجا هم اینا رو نمیشنوید. ولی باز هم خوشحالم که حداقل باعث این شدیم که مافیای رسانه‌ای بیان و یه سری حقایق رو بگن، از جمله اراذل 57 مثل گربه‌نرو و روباه مکار یا علیرضا نوری‌زاده و محسن سازگارا. اسم این دوتا گربه‌نرو و روباه مکاره، اینا از اسامی که رستاخیز سیمرغ و اینا داده. و دیدید که اومدن اولا اعلام کردن، وقتی ما دشمنمون رو خوب بشناسیم، وقتی بدونیم جمهوری اسلامی یعنی کدوم کشورها، یعنی کدوم جریانها، یعنی کدوم مافیاها، وقتی که دل نمیبندیم که آقای نتانیاهو بیاد ما رو آزاد کنه یا آقای ترامپ بیاد ما رو آزاد کنه یا آقای خانم مرکل بیاد ما رو آزاد کنه، وقتی بفهمیم همه اینها خلاصه شدن در جمهوری اسلامی، اون وقتی که به توانایی خودمون پی میبریم، اون وقتی که مردم ایران میاد توی خیابون مثل دیما و میگن رضا شاه روحت شاد، میگن جاوید شاه، میگن ایران که شاه نداره، حساب کتاب نداره. برای همینه که همه فسیل های 57 و همه رسانه های درپیتی خارج از ایران مخالف جاوید شاه هستن و این موج بر علیه پادشاهی خواه رو راه انداختن. من چند تا پست گذاشتم راجب همین ویروس، راجب 25,000 قبری که جمهوری اسلامی لطف کرده منت سر ملت ایران گذاشته و 25,000 قبر در تهران فقط آماده کرده برای مردم و خبرش اگه شما سرچ کنید تو اکثر شهرها و استانهای ایران تو مایه های 10,000, 15,000, 25,000, 30,000 قبر رو جمهوری اسلامی آماده کرده. برای همینه که این جریان ها همه مخالفت میکنن با جریانی مثل جریان جاوید شاه. پستی که من گذاشته بودم همین بود و این اتفاقایی که داره میفته، زیرش هم نوشته بودم دغدغه و گرفتاری اپوزیسیون شده چی؟ شده طرفدارای نظام پادشاهی، آدمای فاشیستی ان، آدمای فحاشی ان. چرا؟ چون میان واقعیت ها رو میگن، چون دست اراذل اوباش 57 رو میکنن برای ملت و باید یه خطای دید پیدا کنن بگن اینا فاشیست هم. آقای علی افشاری، آقای شهرام شالاتان، آقای محسن سازگارا، آقای اون اراذل اوباش دیگه، دریای کاسپیان رفت، جنوب ایران رفت، غرب شرق ایران رفت، هنوز هم دغدغتون خاندان پهلویه، هنوز هم دشمنتون، دشمن درجه یکتون خاندان پهلویه، هنوز هم کابوستون پادشاهی ایرانیه، هنوز هم دنبال دموکراسی هستید، هنوز هم اگر یک در میلیون هم آدم حسابی تو آدم حسابی باشید که نیستید. میخوام بهتون بگم مردم، همه این گرفتاری ها فقط یک جوری حل میشه، فقط یک جور، همبستگی ملت ایران در سراسر ایران و خارج از ایران با یک شعار واحد، شعاری که مافیا بفهمه فهمیدید، و اون شعارم هیچ شعاری دیگه، هیچ شعاری نیست به جز جاوید شاه، هیچ شعاری نیست به جز جاوید شاه. آقا آزادی، دموکراسی، حقوق بشر، بریزید در کوزه آبش رو بخورید، فقط بگید جاوید شاه. اگر گفتید جاوید شاه داخل ایران و خارج ایران، اونجاست که مافیا میفهمه شدید مثل ملت مصر که بعد از یک سال بازی مافیا رو به هم میزنید. مصری ها همین کار کردن، شاید 3-4 سال طول کشید تا دنیا مافیا با مردم مصر آشتی کنن، ولی آخر مجبور شدن به خواسته مردم مصر تن بدن.
ما باید این مافیا رو مجبور کنیم به خواسته ملت ایران تن بدن. مجبور کردن این مافیا میدونید چجوری ممکنه؟ که مردم یک صدا فریاد بزنن و همه این اراذل و اوباش این مافیایی رو خفه کنید. خفه کنید، اصلا باید خفهشون کنید. اونجاست که مافیا میفهمه بیدار شدید و مجبور میشه با نماینده ملت ایران وارد گفتگو بشه. اگه اومدی گفتی مسیح احمدی‌نژاد امروز داره به نفع ملت ایران کار میکنه، منم که دارم مبارزه میکنم، من بهش کار ندارم، بذار کارشو بکنه، اونجا نشان دهنده خریتته. اگر اومدی گفتی علی جوانمردی امروز داره با جمهوری اسلامی مبارزه میکنه، بذارید کارشو بکنه، اونجا نشان دهنده خریتته. یا شهرام شالاتن یا دیگرانش. کسی ادعا میکنه که برای مردم کار میکنه که حرف مردم رو بزنه، اما اگر اون کس اومد بر خلاف نظر مردم حرف زد و خواست تحمیل کنه خواستشو به مردم، بدونید که یه ریگی به اندازه کوه دماوند توی پاشنه کفشش هست. مهران جان اگر مطلبی نیست، چون دارید رفت میشه، سپاس از شما باشه، سپاس، پرتوان باشید. شما بفرمایید، من چند تا مطلب کوتاه عرض کنم خدمت دوستان بعد تمام. خیلی خوب، پس سپاسگزارم از همه دوستان برنامه رو پخش کنید. پاینده ایران، جاوید شاه، خدا نگهدار تا برنامه بعد. بدرود. بدرود سید. بله دوستان، خدمتتون عرض کنم چند تا مطلب خیلی کوتاه. یکی اینکه یک سری از دوستان زحمت کشیدن، مبالغی رو پول ارسال کردن به پیپلی که در زیر برنامه میبینید. اگر تمایل دارید که ما اسامیتون رو اعلام بکنیم در برنامه، اینا رو بفرمایید که ما اسامیتون هم اعلام بکنیم، همزمان با اینکه از یکایی که شما قدردانی میکنیم. به علاوه اینکه یکی از دوستان عزیز چندین مرحله مبالغ مختلفی پوند ارسال کردن، اما ظاهرا فکر میکنم یک اشتباهی دارن مرتکب میشن، زحمت بکشن با بانو میترا سالار یا من یا جناب قاسمی تماس بگیرید که گفتگو داشته باشیم. مورد بعدی این که همرز عزیزمون آقای اشکان نکویی آخرین کلیپی که ویدیو کلیپی که ساختن به اسم همکلاسی رو زحمت کشیدن هدیه دادن به همرزمان ما در رستاخیز سیمرغ در درون مرز و اعضای تیم رستاخیز سیمرغ، ضمن قدردانی از اشکان نکویی بابت این کار زیبا که الان پخش خواهد شد. یادآوری باید بکنم که این ویدیو کلیپ از طریق کانال های شاهزاده رضا پهلوی پخش شد و لطف کردن شاهزاده رضا پهلوی با هشتگ اشکان نکویی این کلیپ همکلاسی رو در کانالاشون در اینستاگرام من دیدم منتشر کردن. از اینکه طبق معمول همیشه همراه ما هستید از ابتدا تا انتها، دست یکایی که شما عزیزان رو به گرمی میفشارم. بهترین ها رو برای همه شما از صمیم قلبم آرزو میکنم. پاینده ایران و ایرانی برافراشته باد پرچم سرنگ شیر خورشید نشان. تا جان در تن من است، تا خون در رگ من است، تا ابد جاوید شاه کلام من است. تا یک برنامه دیگر، بدرود. هوای خوب پاییزی بود مثل همین روزای سر، کلاس یک به بودیم من و تو خانوم پیلگرد. دنیای ما دفتر و کتاب بود، صدا فرین رو دیکته با حساب بود. کابوس ما خط کش مدیر و اون لحظه تلخ پر استراب بود. هم کلاسی ما هنوزم چون دوست داریم. هم کلاسی
جنگ کردستیو می ساختیم از پوکه فشن مدها و خوب ها رو رو تخت یادته ساندویچ و نوشابه های بعد زن که ساده بودن بازی های بچگی چند تا رفیق یه توپ و هفت و دونه سر هم کلاسی ما هنوزم تو رو دوست داریم هم کلاسی من و تو یه عالمه خاطر با هم داریم مردونگی داشتیم تو اوج بچگی هم بسته و شونه به شونه هم قدم بیسر و توقی و دو شاکل می دیدیم شعرهای فرهاد رو می خوندیم ما با هم داره از آب سیاه خون می چکر جمعه ها خون جای بارون می چکر